باید بگم که اعطای جایزه حقوق بشر به هر کسی باعث میشه که بلندگوهای بیشتری رو در اختیارش قرار بدن که بتواند بهتر و رساتر با مردم دنیا صحبت بکنه. اما از جهت فردی امیدوارم که این جایزه باعث آزادی خانم نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی بشه. در این حال با کمال تأسف باید یادآور بشم که این حکومت قابل اصلاح نیست. یعنی من آرزوی آزادی زندانیان سیاسی رو میکنم، اما این حکومتی نیست که همه رو بخواد آزاد بکنه. بنابراین مسئله دیگه برمیگرده به آرمانی که من و خانم محمدی سالهاست دنبالش هستیم و اون عبور از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندومی آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد که مردم بتوانند آزادانه نوع حکومتی که میخواهند تعیین کنند. مفهوم این جایزه این است که دنیا ارزش میگذارد، تقدیر میکند فعالیت های زنان را. دنیا نگاه میکنه به اینکه چطور زنان برای به دست آوردن حقوق انسانی و هویت خودشون مبارزه میکنن، از هیچ هزینه ای هم ابا ندارن، کشته میشن، سالها به زندان میرن، ولی که باز هم حرف خودشون رو تکرار میکنن و اون حرف یک چیزه: ما انسان هستیم و تمام حقوقی که در ضوابط حقوق بشر پیش بینی شده باید در مورد ما هم اعمال بشود.